با درود خدمت شما عزیزان شنونده رادیو رشتینو، میخواییم امروز فصل دیگری از کتاب لوئیس برکوف خلاصه اصول اعتقادات مسیحیت رو با هم مطالعه کنیم. بیاییم با هم دعا کنیم و از خداوند بخواییم که خداوند به واسطه روح القدس خود هدایتگر ما باشه و کمک بکنه که بتونیم بهتر این رو بفهمیم و این فصل که فصل 21 عادل شمردگی هست رو بهتر یاد بگیریم و ببینیم که چگونه ما نزد خداوند عادل شمرده شدیم. پس عزیزان با ما باشید در این برنامه و با هم این فصل رو مطالعه می کنیم. فصل 21 عادل شمردگی 1. ماهیت و عناصر عادل شمردگی. عادل شمردگی را می توان آن عمل قضایی خدا تعریف نمود که به وسیله آن بر اساس عدالت کامل عیسی مسیح خدا شخص گناهکار را عادل اعلام می نماید. عادل شمردگی یک عمل یا فرایندی از تجدید حیات از قبیل تولد تازه، بازگشت یا تقدیس نیست و بر وضعیت شخص گناهکار تأثیری نمی گذارد، بلکه بر جایگاه او. عادل شمردگی در جزئیات متعددی با تقدیس تفاوت دارد. عادل شمردگی در خارج از شخص گناهکار در حضور تخت خدا صورت می گیرد و محکومیت گناه را دور می سازد. این عملی است کامل که یک بار برای همیشه صورت می پذیرد، در حالی که تقدیس در درون انسان صورت گرفته آلودگی گناه را دور می کند و فرایندی است دائمی در تمام دوران زندگی. عناصر عادل شمردگی. عادل شمردگی دارای دو عنصر است که عبارتند از الف، بخشایش گناهان بر اساس عدالت عیسی مسیح. این بخشایش تمام گناهان را چه در گذشته، حال و آینده در بر می گیرد و به این دلیل نیازی به تکرار ندارد. این بدین معنا نیست که دیگر نیازی به دعا کردن برای بخشایش نیست، چرا که آگاهی از تقصیر باقی مانده و تولید احساس جدایی می کند. به همین دلیل اطمینان خاطر مجدد از بخشایش ضروری است. به پذیرفته شدن به عنوان فرزند خدا. در عادل شمردگی خدا ایمانداران را به عنوان فرزند خود می پذیرد، یعنی آنها را در جایگاه فرزندی قرار داده به آنها تمام حقوقی را که فرزندان از آن برخوردار هستند می بخشد، از جمله حق میراث ابدی را. این پسرخواندگی قانونی ایمانداران را می باید از پسرخواندگی اخلاقی ایشان از طریق تجدید حیات و تقدیس متمایز نمود. به هر دو نوع این پسرخواندگی ها در انجیل یوحنا باب 1 آیات 12 و 13، کتاب رومیان باب 8 آیات 15 و 16، رساله غلاطیان باب 4 آیات 5 و 6 مورد اشاره واقع شده است. در اینجا به بررسی بعضی از این شواهد می‌پردازیم. در مورد بخشایش گناهان بر اساس عدالت عیسی مسیح در کتاب مزمور 103 آیه 12 و کتاب اشعیای نبی باب 44 آیه 22 و رومیان باب 5 آیه 21 و باب 8 آیه 1 و همچنین 32 و 34 و همچنین در کتاب عبرانیان باب 10 آیه 14 می‌خوانیم که در اینجا به رساله عبرانیان باب 10 آیه 14 اشاره می‌کنیم. زیرا با یک قربانی تقدیس شدگان را تا ابد کامل ساخته است. و از طرف دیگر در مورد اطمینان خاطر مجدد از بخشایش در مزمور 25 آیه 7 و مزمور 32 آیه 5 و همچنین 51:1 می‌خوانیم و انجیل متی باب 6 آیه 12 و رساله یعقوب باب 5 آیه 15 و اول یوحنا باب 1 آیه 9
چنین می‌خوانیم. در رساله اول یوحنا باب 1:9 آمده است که ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است گناهان ما را می‌آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می‌سازد. و همچنین در کلام خداوند در مورد پذیرفته شدن به عنوان فرزندان خدا در رساله رومیان باب 8:17 و اول پتروس باب 1:4 آمده است که و میراثی فساد ناپذیر و بیالایش و ناپژمردنی که برای شما در آسمان نگاه داشته شده است. و در مورد پسرخواندگی قانونی و اخلاقی نیز در انجیل یوحنا باب 1:12-13 آمده است که اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد، آنان که نه با زادنی بشری، نه از خواهش تن و نه از خواسته مرد، بلکه از خدا زاده شدند. دو، زمان عادل شمردگی. اصطلاح عادل شمردگی همیشه به یک معنا به کار نمی رود. بعضی حتی معتقدند که عادل شمردگی دارای 4 جنبه است: عادل شمردگی از ازل، عادل شمردگی از طریق قیام مسیح از مردگان، عادل شمردگی به وسیله ایمان و عادل شمردگی علنی در داوری نهایی. در توضیح نوع اول عادل شمردگی میتوان گفت در یک معنای ایدئال و کامل، عدالت مسیح قبلاً به هنگام فدیه به حساب ایمانداران گذاشته شده است و به همین دلیل از ازل می باشد. اما کتاب مقدس زمانی که از عادل شمردگی گناهکاران سخن می گوید، این معنا را مد نظر ندارد. می باید میان آنچه که خواست خدا در مشورت ازلی اوست با آنچه که در طول تاریخ آشکار شده است تفاوت قائل شویم. علاوه بر این، دلایلی وجود دارد که از عادل شمردگی از طریق قیام مسیح از مردگان سخن به میان آوریم. در یک معنا ممکن است گفته شود که قیام نشان دهنده عادل شمردگی مسیح بود و در او تمام ایمانداران که بدن را تشکیل می‌دهند عادل شمرده می‌گردند. اما این یک عمل کلی و کاملاً عینی بود که نباید با عادل شمردگی شخصی گناهکاران اشتباه گرفته شود. زمانی که کتاب مقدس سخن از عادل شمرده شدن گناهکاران می کند، معمولاً اشاره به کاربرد درونی و شخصی و تصاحب فیض عادل کننده خدا دارد. گفته ای که اکثراً بیان می شود این است که به وسیله ایمان عادل شمرده می شوی. این بدی معناست که عادل شمردگی در زمان پذیرش مسیح به وسیله ایمان صورت می پذیرد. ایمان نیز به عنوان وسیله یا عامل تخصیص عادل شمردگی نامیده شده است. به وسیله ایمان انسان عدالت مسیح را از آن خود می کند یا بر خود می گیرد و بر این اساس در حضور خدا عادل است. دامنه شمول عادل شمردگی که بر اساس ایمان است تا آن حدی است که در تملک مسیح قرار دارد. می باید مواظب تعلیم اشتباه کلیسای کاتولیک و پیروان آرمینیوس بود که معتقدند انسان بر اساس عدالت ذاتی خود و یا به وسیله ایمان خود عادل شمرده می شود. عدالت یا ایمان شخصی انسان هرگز نمی تواند پایه و اساس عادل شمردگی او باشد. چنین امری فقط در عدالت کامل عیسی مسیح یافت می شود. در اینجا به آیات شاهد توجه میکنیم. در مورد تملک مسیح در کتاب رومیان باب 4:5 و غلاطیان باب 2:16 میخوانیم که در اینجا به کتاب رومیان باب 4:5 اشاره میکنیم. اما آن که کاری نمیکند بلکه به خدای توکل میدارد که بیدینان را پارسا میشمارد، ایمان او برایش پارسایی به شمار می آید. و همچنین در مورد عدالت کامل عیسی مسیح می بینیم که در کتاب رومیان باب 3:24 و باب 10:4، دوم قرنتیان باب 5:21
و رساله فیلیپیان باب 3 آیه 9 آمده است که و در او یافت شوم نه با پارسایی خیشتن که از شریعت است، بلکه با آن پارسایی که از راه ایمان به مسیح به دست می آید، آن پارسایی که از خداست و بر پایه ایمان. 3. ایرادات به آموزه عادل شمردگی. نسبت به این آموزه ایرادات مختلفی بیان شده است. گفته می شود اگر انسان بر اساس شایستگی مسیح عادل شمرده می شود، بنابراین به وسیله فیض نجات نیافته است. اما عادل شمردگی با هر آنچه که شاملش می گردد، عمل کرده پر از فیض و رحمت خداست. بخشش مسیح و این عمل خدا که عدالت مسیح را به حساب ما می گذارد و رفتار او با گناهکاران طوری که گویی عادل هستند، همه از ابتدا تا انتهای آن فیض و رحمت است. همچنین گفته شده که این در خور و شایسته خدا نیست که گناهکاران را عادل اعلام نماید، اما خدا اعلام نمی نماید که آنها به شایستگی خود عادل هستند، بلکه آنها با عدالت عیسی مسیح پوشانده شدند. و بالاخره چنین بیان شده که این آموزه باعث می گردد که انسانها نسبت به زندگی اخلاقی خود بی تفاوت گردند. اگر آنها بدون توجه به اعمالشان عادل شمرده می گردند، چرا می باید مواظب تقوا و پرهیزکاری شخصی خود باشند؟ اما عادل شمردگی پایه و اساسی را برای یک رابطه زنده با مسیح بنیاد می نهد و این امر مطمئن ترین تضمین برای یک زندگی خداپسندانه واقعی است. انسانی که واقعا در اتحاد و یگانگی زنده با مسیح قرار دارد، نمی تواند از نظر اخلاقی بی تفاوت باشد. آیه شاهد در این مورد در رساله رومیان باب 3 آیات 5 تا 8 می باشد. اما اگر نادرستی ما درستی خدا را بیشتر آشکار می سازد، چه باید گفت؟ آیا خدا ظالم است آنگاه که بر ما غضب می کند؟ به شیوه انسان سخن می گویم. به یقین چنین نیست، وگرنه خدا چگونه می توانست دنیا را داوری کند؟ ممکن است کسی استدلال کند که اگر با ناراستی من راستی خدا آشکارتر می گردد و او بیشتر جلال می یابد، دیگر چرا من به عنوان گناهکار محکوم می شوم؟ و چرا نگوییم بیایید بدی کنیم تا نیکویی حاصل آید، چنان که بعضی بر ما افترا زده ادعا می کنند که چنین می گوییم؟ محکومیت اینان بس منصفانه است. پس عزیزان، در اینجا همه شما رو به خداوند می سپاریم و از طریق شبکه‌های اجتماعی که در پایان برنامه اعلام می‌شوند با ما در تماس باشید و نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید. در اینجا همه شما عزیزان رو به خداوند می‌سپاریم و برای شما اوقاتی پر از برکات مسیح آرزو داریم. آمین و خدا نگهدار. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو رشدینا. لطفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی با تایپ فارسی رشدینو با ما همراه باشید و با نظرات و پیشنهادات خود باعث رشد و برکت ما شوید. آدرس ایمیل ما rushdino@gmail.com، شماره تماس ما 201-818-869-4633. تا برنامه دیگر در پناه خداوند عیسی مسیح باشید و بدانید که او هر روزه تا آخر زمان با ماست. روح القدس تازه کن، روحم را با لمس خود روشن کن، افکار مرا با نور خود پر نما، قلب مرا از نیکویت سیر نما، از نهر آب حیات جلال بر تو پدر بحر روح القدس، جلال ای خداوند بحر روح پاکت، جلال
بر تو پدر بهر روح القدس، جلال بر تو پدر، جلال بر تو، هللویا 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 هللویا، لا 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 خود روشن کن افکار مرا با نور خود، پر نما قلب مرا از نیکویت، سیر نما از نهر آب حیات، جلال بر تو پدر بهر روح القدس، جلال ای خداوند بهر روح پاکت، جلال بر تو پدر بهر روح القدس، جلال بر تو پدر، جلال بر تو، هللویا 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 هللویا، لا سایت برنامه roshdino.org و همچنین ایمیل برنامه roshdino@ymail.com در تماس باشید.
و در صفحه فیسبوک رشدینو ما را دنبال کنید و نیز می توانید از طریق یوتیوب برنامه های ما را ببینید و نظرات و پیشنهادات خود را برای ما بگذارید. بدانید که من هر روز تا آخر زمان با شما هستم. متی 28:20.